چرا دولت سوریه و گروه های شورشی در بعضی مناطق از رسیدن غذا و آذوقه به دست مردم جلوگیری می کند؟ و آیا مذاکرات صلح افغانستان این بار ممکن است به نتیجه مطلوب برسد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. اسم مزایا هفته گذشته در صدر اخبار بود، اما ساکنان این شهر در غرب سوریه تنها کسانی نیستند که در ماه‌های گذشته از شدت گرسنگی جان دادند یا تا آستانه مرگ پیش رفتند. گفته می‌شود ده‌ها هزار نفر از مردم سوریه به دلیل جنگ داخلی در این کشور دچار سوء تغذیه شدید شدند و از کمبود مواد غذایی و دارو در عذابند. نزدیک به 4.5 میلیون نفر از شهروندان سوریه در نقاطی زندگی می‌کنند که دسترسی به آن بسیار دشوار است و حدود 400 هزار نفر از آنان در مناطق تحت محاصره به سر می‌برند و به ضروری ترین نیازهای خود از جمله غذا و آب آشامیدنی دسترسی بسیار محدودی دارند. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی با اینکه از امکانات کافی برای کمک به مردم برخوردارند، اما به دلیل شرایط حاکم بر کشور قادر به رساندن این کمک‌ها به افراد نیازمند نیستند. در برنامه امروز درباره دلایل این ماجرا صحبت خواهیم کرد با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که از پاریس با ماست، و نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما در بیروت از همین شهر ما رو همراهی خواهد کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشان. ویرانی، مرگ، آوارگی و حالا گرسنگی، اینها خبرهایی است که هر روز از سوریه میرسد. این کاروان غذا و دارو را به مزایا میبرد، شهری که ماهاست در دست مخالفان بشار اسد است و در محاصره ارتش دولتی سوریه. تاوان این شرایط را مردمی میدهند که در مزایا گیر افتادند. پیشتر بین مردم شهر نمک و شکر توزیع میشد برای کودکانی که گرسنند و ماهاست غذایی برای سیر شدن ندارند. این تصویر کودکی است که بیش از یک هفته است غذایی نخورده و میگوید دلش تنها شیرینی میخواهد. خانواده من بیش از 6 ماهه که در مزایا گیر افتادن و در محاصرن. شاهد این بودن که مردم هر روز گرسنه و گرسنه تر شدن. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای کمک رسانی از مدتها قبل از محاصره شهر مزایا خبر داشتند. فعالان داخل و خارج سوریه هم از مدت‌ها قبل درخواست کمک و مداخله کرده بودند. منتها به تازگی و در یکی دو هفته گذشته انتشار چندین عکس و ویدیو از داخل شهر تونست توجه جهانی رو به خودش جلب کنه و خوشبختانه دیدیم که بالاخره در روز دوشنبه مقدار غذا و آذوقه وارد شهر شد. اما همونطور که می‌دونید این یه راه حل همیشگی نیست. پیش بینی میشه که کمک‌های غذایی که به شهر فرستاده شده تنها کفاف یک ماه ساکنین شهر رو بده. سازمان ملل میگوید کودکان محاصره شده در این شهر برای زنده ماندن علف می‌خوردند. گزارش‌های سازمان ملل همچنان حاکی از سوء تغذیه شدید بسیاری از اهالی مزایا است. من در صحبت‌هایی که با مردم داشتم می‌گفتند که هنوز نگرانن، اونا همچنان عصبانین، احساس ناتوانی و تحقیر شدگی می‌کنن به خاطر اینکه مدت‌ها درخواست کمک و مداخله کرده بودند. شرایط کنونی رو میشه جنایت جنگی توصیف کرد. دولت سوریه گرسنه نگه داشتن رو به عنوان سلاح جنگی به کار می‌بره و این قابل قبول نیست، چرا که تنها 2 سال از تجربه مشابه یرموک اردوگاه فلسطینی‌ها در سوریه می‌گذره. هنوز هم جامعه جهانی هیچ کاری نمیتونه بکنه و سازمان ملل متحد هم راه حل جدی برای این معضل پیدا نکرده. البته تنها دولت سوریه نیست که متهم به گرسنگی دادن مردم است. احرار شام و جبهه نصرت غذا دارن ولی به کسی نمیدن و ما باید علف میخوردیم. بیرون از مرزهای سوریه بازار رقابت قدرت‌های جهانی بر سر حمایت از بشار اسد یا حمایت از مخالفان اسد و بمباران و حمله به مواضع آنها در سوریه داغ است. اما اینجا در سوریه جنگ شهر به شهر و خانه به خانه ادامه دارد. سنگینی این جنگ که حالا به کلاف سردرگمی تبدیل شده بیش از همه بر دوش کودکان سوریه است. کودکانی که به جای کودکی کردن نفرت می آموزند و با ترس و وحشت و گرسنگی زندگی می کنند.
شاید برای فهمیدن فاجعه انسانی سوریه باید به صدای کودکان آن گوش کرد. گزارش همکارم مریم افشنگ بود. متشکرم از هر دو مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند. خانم کوهنورد، در گزارش هم شنیدیم که روز دوشنبه اولین محموله مواد غذایی و دارو به بعضی از این شهر از جمله شهر مزایی ارسال شد. روز پنجشنبه هم ظاهرا دومین محموله ارسال شده. فکر میکنید که الان وضعیت اونجا به چه شکلی هست؟ آیا این کمک ها واقعا خواهد تونست مشکل رو حل بکنه یا صرفا یه مسکن تلقی میشن؟ نه، قطعا مشکل رو که حل نمیکنه، چون تا جایی که ما هم اطلاع داریم این کمک ها فقط کفاف چند ماه رو میتونه بده. کمک هایی که اول رفت فقط به اندازه یک ماه میتونست دوام داشته باشه. کمک هایی که بعدا رفت بیشتر کمک های دارویی و امکانات دیگه‌ای بود که نیازمند بودن در داخل مزایا و همچنین در کفریا و فوئه در طرف دیگه سوریه. این هر چقدر که این کمک ها بره، تا زمانی که این محاصره ها شکسته نشه به طور کامل و گروه های امدادرسان نتونن به راحتی این مسیر رو طی بکنن، حتما فقط به صورت مقطعی خواهد بود. به خاطر اینکه در حال حاضر نیروهای امدادرسان واقعا به سختی میتونن وارد این مناطق بشن. همین کمک اولی که رفت حداقل سه روز قبلش باید وارد میشد و مدت‌ها بیرون از هر دو طرف، یعنی هم در بیرون مزایا و هم در کفریا و فوئه، مدت‌ها منتظر بودن که فقط مذاکرات روی زمین با نیروهایی که درگیر هستن تموم بشه تا بتونن برن. بعد امنیت این نیروها رو هم تامین کردن براشون سخته. در نتیجه تا زمانی که یا تخلیه این شهرها باید به صورت کامل انجام بشه که اون هم متوقف شده، یا باید کمک ها به صورت مداوم بره که به نظر فعلا امکان پذیر نمیاد. آقای لاهیجی، شما با افرادی که اونجا کمک میکنن، با سازمان هایی که دخیل هستند در ماجرا در تماس مستمر هستید، اونها چی میگن از مشکلات کمک رسانی؟ ببینید، نخست این که اخباری که ما میرسه، گزارش هایی که هر روز رابطان ما در تمام مناطق ما میرسونند، نشون میده که متاسفانه هم دولت سوریه، ارتش سوریه، هم گروه های درگیر، همه از این محاصره روستاهاش، شهرک ها و شهرها استفاده میکنند، به خاطر اینکه به قول خودشون سلاح به گروه های درگیر در نزاع نرسه. و اینجاست که مردم عادی متاسفانه دچار کمبود غذا و دارو میشن. یکی از فاجعه هایی که صورت گرفته اینی که تعداد زیادی مجروح و مجروحان بسیار وخیم که مثلا دست یا پاشون رو از دست دادند و وسایل جراحی وجود نداره، با وجود اینکه در بیشتر این مناطق یک یا دو یا چند پرستار یا جراح حضور داره. بنابراین این گزارش ها گزارش های هر روز است، ابعادش بسیار وسیعه. خود نماینده کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در سوریه گزارش 400 هزار تن رو میده که در این مناطق متاسفانه در محاصره هستند. و تا زمانی که یک توافق کلی بین گروه های درگیر، دولت سوریه و قدرت های خارجی که این گروه ها رو حمایت می کنند، چه در ارتباط با دولت سوریه، روسیه و ایران، و در ارتباط با گروه های درگیر عربستان سعودی، کم و بیش ترکیه، شیخ نشین های خلیج فارس، تا اینها واقعا به یک توافق کلی نرسند و دست از محاصره شهرها، روستاها بر ندارند، متاسفانه راه حل، حتی میتونم بگم میان مدتی هم وجود نخواهد داشت. باید منتظر 25 ژانویه باشیم، یعنی دو هفته دیگه، تا مذاکرات کنفرانس ژنو آغاز بشه و شاید به یک تفاهم ها و راه حل های لااقل مقطعی برسن. ولی اونجا هم میدونید که با توجه به اینکه بین دو قدرت منطقه‌ای بعد از اعدام های اخیر در عربستان و حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران، بین عربستان و ایران هم یک چالش جدیدی آغاز شده، ممکنه متاسفانه آثار جنبه این روی تشکیل یا در حال مذاکرات کنفرانس ژنو هم
اثر بگذاره و اینجاست که وضعیت وخیم و وخیمتر خواهد شد. گزارش هایی که از منطقه میرسه وضعیت به لحاظ یعنی توازن قوای اوضاع جنگی که اونجا هست از چه قراره، چه جاهایی در اختیار چه گروه هایی هست؟ الان مناطق نزدیک به مرز لبنان بیشتر در اختیار نیروهای ارتش سوریه و نیروهای پشتیبان دولت سوریه که به صورت مشخص حزب الله میتونه باشه هست، اما در طرف دیگه مرز ترکیه و بقیه مناطق در حقیقت از مرکز به بعد در دست نیروهای مختلف مسلح هست. اطراف دمشق باز هم کنترل نیروهای ارتش سوریه بیشتر شده و بعد از اینکه بمباران‌های روسیه شروع شد ما می‌بینیم که عملاً پیشروی نیروهای ارتش سوریه هم با سرعت بیشتری داره انجام می‌گیره. فقط یه نکته‌ای رو باید دقت بکنیم که بیشتر جمعیت دقیقاً تو همین مناطق تحت کنترل ارتش سوریه هست و بقیه مناطق یا مردمانش از اونجا فرار کردن یا به نوعی در به بخش‌های دیگه‌ای از سوریه پناه آوردن. یعنی از نظر جمعیتی اگر نگاه بکنیم مناطق تحت کنترل دولت با اینکه پهناوریش کمتر از مناطقیه که تحت کنترل نیروهای مختلف مسلح مخالف هست یا حتی داعش، جمعیت این مناطق خیلی بیشتر از این مناطقی هستش که تحت کنترل نیروهای مخالفه. آقای لاهیجی، الان در وضعیتی که به هر حال امروز پیش اومده، حداقل در یک هفته دو هفته گذشته تمرکز خبری بیشتری اونجا هست، فکر میکنید که آیا سازمان‌های امدادرسان امیدوارتر هستند به اینکه این روند حالا دسترسی که بهشون داده شده بتونه ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، از زمانی که دولت روسیه و البته در مسلم تایید سیاست بشار الاسد در سوریه و به تبع دولت روسیه، دولت ایران ارتش آزادی بخش سوریه رو به عنوان یکی از در حال گروه هایی که میتونه در گفتگوها، مذاکرات و این نوع توافق های مقطعی شرکت بکنه پذیرفتند، در حال شانس این که این گروه های امدادی بتونند به بیشتر مناطقی که زیر کنترل دولت سوریه هست همجوری که گفته شد برسند. ولی باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از مناطق وضعیت به این صورت نیست و اونجا گروه های درگیر هستند یا داعش در مقابل گروه های دیگری که در حال میدونید اونجا مسئله یک موازنه قواست. یعنی هر گروهی بیشتر سعی میکنه که منطقه نفوذ خودش رو گسترش بیشتری بده و در یه همچین وضعیتی هستش که مردم باز میرن به طرف مناطق زیر کنترل دولت سوریه، برای اینکه فکر میکنن که اگر با یک دولت سر و کار داشته باشن باز امکان کمک رسانی و امکان این که سازمان های بین المللی، سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی بتواند به اونها فشار بیشتری بیاره و کمک ها به اونها برسه بیشتره تا اینکه نسبت به گروه هایی که در حال هیچ گونه رسمیت بین المللی ندارن و نمیتونن در جریان این گفتگوها در حال نقش اصلی رو بازی کنند. بنابراین ما امید رو داریم که هرچی به تاریخ تشکیل کنفرانس ژنو نزدیکتر میشیم که همچنین گفتم دو هفته دیگه خواهد بود، شاید امکان این کمک رسانی ها بیشتر بشه. اگر طی دو سه روز گذشته بیشتر از 44-45 کامیون به اون محل رفته و همجوری گفته میشه نزدیک برای 4 ماه این شهرها الان آذوقه، مواد بهداشتی، مواد دارویی رفته، این امید رو ما میتونیم داشته باشیم که طی روزها و هفته آینده گستردگی بیشتری پیدا کنه و مردم واقعا از این وضعیت اسفناک و غیر قابل تحمل در بیان. خانم کوهنوردی، وضعیت اسفناک و غیر قابل تحملی که جناب لاهیجی اشاره بهش میکنن، آیا یه چیز تازه بوده مثلا مال دو هفته سه هفته گذشته است یا اینکه مدت ها ادامه داشته و اگر که تازه نیست چرا این تمرکز خبری اخیر دلیلش چی میتونه باشه؟
آقای پرپنچی، شما هم خودتون در اول برنامه اشاره کردین، موضوع اینه که در مورد مزایا و همچنین چند ماه پیش در مورد یرموک این اتفاقی که افتاد اینه که تصاویری از اون مناطق منتشر شد در شبکه‌ها، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، و به سرعت دست به دست شد و این باعث شد که یک قوقای خبری، یک قوقای رسانه‌ای ایجاد بشه و نگاه‌ها متمرکز این مناطق بشه. ولی متأسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم، به خصوص من خب در مرز لبنان و سوریه بودم، در مرز ترکیه و سوریه بودم، این شرایط حتی فرارها رو از نزدیک دیدم و شرایط اردوگاه ها را هم دارم میبینم، رفت آمد ها را دارم میبینم. این وضعیت واقعا بحرانی و غیر انسانی چیزیه که الان نزدیک 5 سال ما در این منطقه شاهدش هستیم و متاسفانه فقط وقتی توجه ها بهش جلب میشه که به این شکل یک دفعه تصاویری منتشر میشه و حالا بخشی از اون تصاویر واقعا شاید هم درست نباشن. مثلا تصاویری که در مورد مزایا منتشر شد همه تصاویر مزایا نبود، تصاویر مناطق دیگه هم بود، از جمله یرموک بود که به اسم مزایا اومد. ولی وقتی که خبرها افت میکنه به نوعی اون مردم هم اونجا فراموش میشن. همین الان من بارها رفتم اردوگاه هایی که اینجا در مرز لبنانه، فقط زمانی که حالا سفرهای خاص مقامات داره انجام میشه یک باره ما میبینیم که یک عالم کمک داره به سمت این پناهجوها میره، اما وقتی که همه چی تموم میشه شما برید سر بزنید به این اردوگاه ها و ببینید چه وضعیتی رو، یعنی از وضعیت شاید کسایی که در داخل سوریه هستن، وضعیت خیلی از اردوگاه ها به خصوص در لبنان از اون هم اسفناکتره و هیچ کمکی هم واقعا به صورت هیچ کمکی بهشون نمیرسه. آقای لاجی، یه زاویه تراژیکی که معمولا این داستان ها دارن دقیقا همین هست، وقتی که اخبارش منتشر میشه ببینید که توجه عمومی رو ایجاد میکنه. من یه مثال بزنم، دو سال پیش اگر اشتباه نکنم، اگه خاطرون باشه، چند صد نفر زن و دختر جوان رو بوکو حرام به گروگان گرفت و اینها ماها وضعیت بلا تکلیف داشتن و مطلقا کسی هم پیگیرش نبود، ولی وقتی که به ناگهان این در شبکه‌های اجتماعی و نمیدونم کانال‌های خبری منعکس شد، دیدیم که خیلی توجه زیادی رو جلب کرد، از کاخ سفید گرفته تا هر سیاستمداری، نمیدونم عکس‌هایی با هشتگ‌های اینکه این دختران را آزاد کنید تا آخر، یعنی یک فضای اینطوری ایجاد شد ولی بعد دوباره فروکش کرد و باز هم کسی نپرسید که سرنوشت این زنان، این دختران چه شد. اینو من یه مثال صرفا به کار بردم که بگیم که در مورد مثلا مسئله مزایا جاهای دیگر هم می‌بینید که به همین شکل در مناطقی ماه‌ها، بعضن سال‌ها واقعا گرسنگی و قحطی و اینها ادامه پیدا میکنه، ولی سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، سازمان ملل، جاهای دیگه خیلی تلاش جدی نمی‌کنن. چرا اینطور هست؟ چرا باید منتظر یه موج خبری بود و بعد پشتش یه واکنش موج مانن و بعد هر دو فروکش میکنه؟ ببینید، اگر آزادی خبررسانی، خبرگیری یکی از آزادی‌های اساسی است، خب به خاطر همینی که متاسفانه تا زمانی که خبر نیاد و تا زمانی که جامعه بین‌المللی در جریان وقایعی که فارغ از اون چیز مسائلی که در شهرش یا در کشورش میگذره، در کجای دنیا اتفاق میفته قرار نگیره، متاسفانه بسیج بین‌المللی و در حال قرار دادن مسئولان یک کشور، یک منطقه یا دنیا در برابر مسئولیت هاشون هم متاسفانه فراموش میشه. البته اینجا باید، درسته، من تایید میکنم که سال هاست که این وضعیت نابسامان ادامه داره، به ویژه از تابستان گذشته روز به روز ابعادش وسیع‌تر و وسیع‌تر شده. همین شهر مزایا برای نخستین بار طی 4 ماه گذشته بالاخره این سد محاصره شکسته شده، ولی باید توجه داشته باشیم که تفاهم کلی که بین دو ابرقدرت کنونی لااقل در ارتباط با این جنگ سوریه صورت گرفته، یعنی بین آمریکا و روسیه، چند ماه ازش بیشتر نمیگذره. به ویژه گفتگوهایی که این اواخر در وین صورت گرفت، نه فقط بین وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه آمریکا، با حضور نمایندگان ایران و عربستان سعودی و کشورهای دیگه، ترکیه، در حال این تفاهم به وجود آورده که
گستردگی بیشتر این جنگ در این منطقه و در سوریه نه فقط به ظهور آکتورها و عوامل جدیدی از نوع داعش کمک خواهد کرد، که باعث به مرور از بین رفتن آرامش در سایر کشورها. الان ببینید وضعیت عربستان سعودی، وضعیت ترکیه، روز به روز به لحاظ گستردگی تنش و جنگ در این منطقه امنیت و شرایط تمام این کشورها داره هر روز بیشتر و بیشتر در معرض تهدید و خطر قرار میگیره. من فکر میکنم با این تفاهم کلی که الان صورت گرفته، تا این روزهای اخیر هم دیدید که هم روسیه و هم آمریکا به عربستان سعودی و ایران توصیه کردند که در حال این تنش جدید، این اختلاف جدید را هرچی میتونن زودتر کاهش بدن، تمام به خاطر این است که شاید بشود با نزدیک شدن کنفرانس ژنو روز به روز امکان کمک رسانی و امکان در حال کم کردن تنش کمتر بشه و جامعه جهانی بتونه بیشتر مسئولیت‌های خودش رو ایفا بکنه. خانم کنوار، شما اشاره اجمالی داشتید به وضعیت اردوگاه ها، ولی اگه بخوایم به تفصیل یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، با توجه به اینکه شما مکرر به این مناطق سفر میکنید، از نزدیک شاهدش بودید، هم الان هم در واقع چند سال گذشته، در داخل سوریه جاهایی که جنگ هست، گروه های مختلف با هم درگیر هستن، شاید بشه حالا منطق جنگی داستان رو فهمید و محاصره ماجراهای دیگر و بتونیم درک کنیم که چرا به حال این کمبود امکانات وجود داره، قحطی و گرسنگی پیش میاد. ولی خارج از مرزهای سوریه، در لبنان مثلا که یه جمعیت انبوهی عظیمی از پناهنده ها در اون هستن، یا در جای اونجا وضعیت این پناهنده ها به چه شکلی است؟ یا واقعا اون امکانات اولیه در دسترسشون قرار میگیره در جاهایی که حالا ضرورتا در محاصره هم نیستن، امنیتشون هم به نوعی تامین هست، امنیت این گروه های امداد رسان؟ نه، متاسفانه اصلا اینطور نیست. یعنی اصلا کمک رسانی به خصوص در لبنان، وضعیت کاملا با وضعیتی که پناهجوها در ترکیه و اردن دارن خیلی متفاوته. در اردن سازمان ملل مشخصا و همچنین صلیب سرخ جهانی و هلال احمر مسئولیت اردوگاه ها رو به عهده دارن، نظارت بر اونها رو به عهده دارن و دولت اونجا این رو قبول کرده. در نتیجه نظارت با اینکه به هر حال امدادرسانی به اون تعداد، به تعداد خیلی زیادی از پناهجوها به صورت مداوم و الان 5 سال واقعا با یک زخمی که هر روز چرک میکنه و خون ازش میاد مواجه هستیم، ما امدادرسانی با اینکه سخته در اردن و ترکیه، که در ترکیه دولت ترکیه خودش مسئولیت این پناهجوها رو به عهده داره، اردوگاه ها رو، اردوگاه های بسیار خوبی رو ایجاد کرده، با اینکه با مشکلات زیادی مواجهه، ولی باز از دولت های منطقه و یا کمک های بین المللی استفاده میکنه و خودش هم هزینه میکنه و این وضعیت رو به هر حال کنترل کرده تا الان. اما در لبنان چیزی که فرق میکنه اینه که دولت لبنان اصولا اصلا این پناهجوها رو به عنوان پناهجو تا الان نپذیرفته به اون شکل و خیلی از مناطق اصلا شما اردوگاهی نمیبینید که به اسم اردوگاه باشه. یعنی سازمان ملل اینجا به صورت مشخص هیچ اردوگاهی نداره، به خاطر اینکه هنوز با دولت لبنان نتونسته به توافق برسه که این امدادرسانی رو به صورت سازماندهی شده انجام بده. گروه های حقوق بشری و گروه های امدادرسان دیگه هم تلاششون رو کردن، اما واقعا کفاف این تعداد، الان نزدیک حدود 2.5 میلیون واقعا اینجا پناهجو هست، که تازه این تعدادی هستش که ثبت نام کردن و ارقامشون وجود داره. امدادرسانی به هیچ وجه وجود نداره براشون. شما اگر برید حتی چادر مناسب این پناهجوها ندارن و بیشتر اردوگاه ها فقط با گونی و کارتون و چیزهایی که به دست آوردن انجام شده. از نظر خوراک یک هزینه خیلی ناچیزی میگیرن از سازمان ملل، اونم به صورت محدود، و اون هم اونطور که من با خیلی از پناهجوها حرف زدم، به زودی اون هم قرار قطع بشه چون دیگه نمیتونن این هزینه رو متقبل بشن. در نتیجه یا باید کار پیدا بکنن که خیلی خیلی سخته، یا الان تعداد زیادی از دختران مخصوصا پناهجو مجبورن تن حتی به تن فروشی بدن. بچه ها با قیمت بسیار کم، نزدیک حدود 1 دلار ساعتی کار بکنن، کارهای خیلی مشقت
مدتبار، تازه اونم اگر بتونن حقوقشون رو از کارفرماها در مزارع بگیرن. و این وضعیتیه که اصلا حتی با جمله هم نمیشه واقعا توصیف کرد، اون چیزی که من خودم از نزدیک واقعا شاهدش بودم و نمیتونم تو جمله ها بگنجونم. آقای لاهیجی، وضعیت اسفناکی که توصیفش هم حتی دشوار هست، حالا در کشورهای مختلف از جمله در خود سوریه، ما در ابتدای برنامه گزارشی که داشتیم خانمی که اونجا صحبت میکرد بستگانش در شهر مزایا بود و این خانم خاطرتون هست اشاره کرد که گرسنگی دادن به مردمی که مردم غیر مسلحی که به هر حال گیر افتادن در وسط یک معرکه میتونه جنایت جنگی تلقی بشه. از نظر حقوقی واقعا چنین اطلاقی رو میشه کرد جناب لاهیجی فکر میکنید و آیا این مسئولیت رو ایجاد نمیکنه برای جامعه بین الملل؟ مسلم در این که اینها جنایت جنگی هیچ تردیدی نیست، به همون وضعیت کمابیش الان در یمن هست، اونجا هم نمایندگان سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر و از گونه نمایندگان ما بارها گزارش دادن که اونجا هم متاسفانه بیشتر مردم عادی هستند که در درگیری بین در حال دو گروهی که باز یا از طرف ایران یا از طرف عربستان سعودی حمایت میشن جانشون زندگیشون رو از دست دادن. در بسیاری از مناطق یمن هم الان همین حالت محاصره وجود داره. متاسفانه تا آتش جنگ همچنان شعله وره، چه در سوریه، چه در عراق، چه در یمن، چه در لیبی، این مردم غیر عادی در شهرها، در روستاها هستند که یا آماج بمباران‌های در حال تمام نیروهای ائتلافی میشن و یا اینکه در اثر گرسنگی، نبودن وسایل بهداشت، دارو، متاسفانه جانشون از دست میدن. بنابراین تمام تلاش و کوشش‌های ما سازمان‌های حقوق بشر اینه که به واقعا دولت‌های درگیر، دولت‌هایی که در پی گستردگی منطقه نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی، استراتژیکی خودشون هستند، فشار بیشتر وارد بشه تا اینکه روز به روز آتش این جنگ که متاسفانه طی 4-5 سال گذشته هر روز شعله‌ور و شعله‌ورتر شده کمتر بشه و مردم بتوانند از این کشورهای اطراف سوریه، عراق، به شهر و کاشانه‌شون برگردند و زندگی خودشون رو آغاز کنند که اون زمان باید دوران در حال از بین بردن این خرابی ها و این ویرانی ها آغاز بشه و امیدواریم که هر روز روز به روز نزدیکتر در حال به این تاریخ برسیم. و خانم کوهنورد، در نهایت این فاجعه‌ای که به هر حال در کانون خبر قرار گرفت در هفته گذشته در مزایا و شهرهای دیگر به هر حال یه تراژدی هست، ولی امدادرسانی به اونها حالا خب به نوعی کمکی بود، ولی در این حال تراژدی ها هم میتونن برنده ها و بازنده های سیاسی داشته باشن. برنده سیاسی این ماجرا چه کسی بود؟ آیا مثلا دولت اسد رو میشه گفت که به نوعی تبلیغ، یعنی از این دسترسی دادن و ایجاد امکان ایجاد کردن برای اینکه گروه های امدادرسان بتونن به اونجا برسن، چه کسی برنده سیاسی این ماجرا شد؟ بستگی داره از کدوم جنبه الان بهش نگاه بکنیم. شاید باخت باخت باشه و شاید برد برد واقعا توی این شرایطی که وقتی داریم در مورد امدادرسانی به انسانهایی صحبت میکنیم که از دو طرف، یعنی هم از طرف مخالفان و هم از طرف دولت سوریه تحت فشار دارن قرار میگیرن، به طب بخشی از طرف مذاکره دولت سوریه بود که اجازه داد این نیروها و همچنین حزب الله لبنان که اون مناطق رو تحت کنترل خودش، به خصوص در اطراف مزایا تحت کنترل خودش داشته و اونها بودن که راه رو باز کردن در این منطقه. اما وقتی به کمک رسانی به کفریا و فوئه نگاه بکنیم، خب در اون طرف هم نیروهای مخالف مسلح هستن که طرف گفتگو بودن و اونها هم قدم گذاشتن و یعنی قبول کردن که این توافق انجام بگیره. اگر برگردیم به چند مدت قبل از اینکه این امدادرسانی به مزایا صورت بگیره، تخلیه بخشی از این مناطق به صورت همزمان شروع شده بود، یعنی از کفریا و فوئه که تحت کنترل، تحت محاصره نیروهای مخالف مسلح هستند و ساکنانش حالا بخشیشون شیعه، بخشیشون علوی هستند و به خاطر همین هم تحت فشار زیادی از طرف مخالفا قرار گرفتن، و همچنین در زبدانی که نزدیک مزایاست
در حقیقت قرار بود به صورت متقابل تخلیه غیر نظامی ها صورت بگیره. خب مردم زبدانی رو آوردن از همینجا از لبنان از فرودگاه بیروت بردن که این میتونست یک شکست برای حزب الله هم باشه، برای اینکه بخشی از اونها کسایی هستن که به هر حال خانواده این نیروهای مخالف مسلح هستن و در مقابل چشم حزب الله اومدن از این منطقه عبور کردن رفتن و به ترکیه رسوندن و در مقابل خب از کفریا و فوعه هم از ترکیه آوردن و به دمشق منتقل کردن. به هر حال در شرایطی حداقل وقتی که فشارها زیاد میشه از طرفهای بازیگر در منطقه، در به خصوص الان در سوریه وقتی فشارها زیاد میشه، دو طرف چون دارن به هر حال در بخشهایی میبازن و در بخشهایی شاید دست برتر داشته باشن، حاضر میشن که با همدیگه کنار بیان، یه توافقهای انجام بدن و همین هم میتونه امیدواری ایجاد بکنه که شاید زمینه ای باشه برای گفتگوهایی که به زودی ما ممکنه شاهدش باشیم بین مخالفان آقای اسد و خود آقای اسد. بسیار بسیار متشکرم نفیسه کوهنورد در بیروت و عبدالکریم لاهیجی که از پاریس ما بودن. سپاس بی پایان از حضور هر دوی شما در برنامه. در هفته ای که گذشت شاهد برگزاری نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد پاکستان بودیم که نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در آن حضور داشتند و بناست دور بعدی آن هفته آینده در کابل برگزار شود. به گفته وزیر خارجه افغانستان، همه حاضران در این نشست متعهد شدند که از هیچ تلاشی برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره کوتاهی نکنند. تلاشی که در چند سال گذشته بدون توفیق چندانی ادامه داشته است. آیا خوشبینی دولت افغانستان به دستاورد گفتگوهای صلح در آینده نزدیک خوشبینانه است؟ این پرسش را در میان خواهیم گذاشت با مهمانان این بخش از برنامه، راز محمد دلیلی، رئیس مؤسسه انکشافی صنایع و فعال مدنی که از کابل با ماست، و آصف آشنا، فعال سیاسی هم از همین شهر ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار متشکرم از هر دو مهمان برنامه که در این بخش از برنامه دعوت ما رو پذیرفتند. آقای دلیلی، همونطوری که اشاره کردم، به هر حال سال هاست که ما شاهد گفتگوهای صلح یا تلاش برای گفتگوهای صلح هستیم بدون اینکه توفیق خیلی زیادی رو شاهد بوده باشیم. این بار فکر میکنید که آیا تفاوت در واقع قابل توجهی وجود داره که بشه امیدوار بود به اینکه این بار این نتیجه متفاوتی رو خواهد داد؟ تشکر از شما و سلام حضور شما و همچنان حضور بینندگان. من هم همین رقم فکر میکنم که مذاکراتی که این بار شروع شده و میخواه که در قدم های در آینده دوام پیدا کنه متفاوت‌تر از مذاکرات صلح در گذشته بوده، و دلایلی که من خودم فکر میکنم که چرا متفاوت‌تر بوده از گذشته ها، یکی از دلایل ایست که این وضعیت سیاسی بگویم یا وضعیت جنگی بگویم و یا وضعیت افرادگرایی بگویم در منطقه، و همچنان در جهان تفاوت کرده که یکی از دلایل شده میتونه. و موضوع دومی که در اینجا بسیار عایز اهمیت است، موضوع داخل شدن چین است که خود چین هم در اینجا بالای پاکستان میتونه فشار بیاره و یکی از بازیکنهای بسیار قوی در این مذاکرات باشه و در آینده ها اگر توافقات هم صورت میگیره در این مورد چین خودش یکی از کسایی باشه که از پروسه صلح یا از طرفایی که در جنگ دخیل هستند یا از کسایی که به شکل در منازعات افغانستان دخیل هستند از یا بازدید کنن و ببینن و نظرات خود بتن. و همچنان ما قسمی که میبینم خود پاکستان هم در این مرحله صادقتر معلوم میشه نسبت به گذشته ها، و علتی که صادقتر معلوم میشه یکی هم فشارهای بیرونی است و یکی از تغییراتی که امروز در سطح جهان و همچنان در منطقه آمده ظهور داعش است، که ظهور داعش یک خطر بسیار بزرگ برای منطقه است، برای خود پاکستان است، برای چین است، برای کشورهای آسیای میانه است و برای امریکا است. و امروز میبینیم که اگر سیاست یا وضعیت سیاسی افغانستان امروز با وضعیت سیاسی افغانستان یک سال قبل ما مطالعه کنیم یا ارزیابی کنیم بسیار متفاوت تر است، و امروز امریکا دوباره
میخواهند در افغانستان عساکر خود جابجا کنند و حتی در هلمند شما شاهد هستند که گروه ویژه عساکر امریکایی در اونجا دوباره شامل جنگ شدند و همچنان از این موضوع خود چین در حراس هستند که موضوع افرادگرایی شاید در او سرحدات افغانستان محدود نمانه و در سرحدات آسیای میانه و همچنان در کشورهای دیگه منطقه داخل شود. و موضوع دیگه که بسیار میتونیم سر از او قابل توجه است موضوع کشورهای عربی است که امروز در اونجا وضعیت کاملا جنگی است و خصوصا در عراق، در سوریه و همچنان تنش‌هایی که امروز بین ترکیه، روسیه و حتی بعض تنش‌هایی که بین عربستان سعودی و ایران به میان آمده همش تاثیرات خود سر مذاکرات صلح در افغانستان خواهد داشت. و یک موضوعی که میشه که سر ازو صحبت کنیم موضوع پالیسی‌های جدید حکومت وحدت ملی. در حکومت قبلی همیشه حکومت ما در یک جدال بود با کشورهای غربی و امروز فکر میکنم که حالت سیاسی یا روابط سیاسی کشور وحدت ملی با کشورهای منطقه و کشورهای جهانی بهتر شده. فکر میکنید که این تغییراتی که اشاره فرمودید اگر در یک یا دو جمله به بنده بفرمایید سپاسگزار خواهم شد، فکر میکنید که آیا این منتج به این خواهد شد که این بار این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه با توجه به مجموعه این تحولات عظیمی که حالا چه در داخل افغانستان چه در منطقه شاهدش بودیم؟ من فکر میکنم اگر ما متوقع باشیم که تغییرات بسیار بزرگ یا صلح بسیار همه جانبه در افغانستان در یک ماه یا دو ماه یا سه ماه به میان میاد، فکر میکنم توقعات ما بیجا خواهد باشه. اما به نظر من یک آغاز خوب است و ما امیدوار هستم که در آینده ها نتایج مذاکرات صلح بهتر باشه و خوبتر باشه و مردم افغانستان بتونه زندگی آرامتر داشته باشن. متشکرم جناب دلیلی. آقای آشنا، شما چگونه میبینید جنبندی شما از مجموعه شرایط و وضعیتی که برای این دور از مذاکرات شاهدش هستیم چیه؟ تشکر. با درود به شما بینندگان و آقای دلیلی. چند تا مسئله رو میشه در این دوری از گفتگوهای صلح عنوان کرد به عنوان فرصت‌ها و تهدیدها. فرصت‌ها هم بحث‌های کلان فرامنطقه‌ای هست و تقابل و تضاد قدرت‌های بزرگ، و اینا میتونه هم به همزمان به عنوان یک فرصت محاسبه شود در قبال صلح افغانستان و همزمان میتونه استعدادی رو داره که به عنوان یک تهدید هم لحاظ شود، به خصوص نقش چین. مردم افغانستان نسبت به صلح امیدوار هست و صلح آرزوی مردم افغانستان هست، این شک نیست. اما آنچه میمانه نوع رویکرد، نوع تلاشی که در جانب افغانستان و پاکستان هست با توجه به تجربه چند سال گذشته، این نوع مراجعه و نوع نگاه پر از پارادوکس و تناقض در دو سوی گفتگو نشان میده که امید که از سوی معین سیاسی وزارت خارجه که در این گفتگو شرکت کرده بود و پرداخته شد، این امید پروری های پادر هوا و خالی از پشتوانه های منطقی و عملی ما رو به جایی نمی رسانه. واقعیت هست که ما یک نگاه امنیت محور داریم در قبال صلح که این نگاه مردم افغانستان هست. مردم افغانستان وقت نگاه میکنه به صلح، این صلح باید منجر شود به تأمین امنیت، کم شدن کشتار، پایین آمدن رویدادهای امنیتی و تأمین امنیت بیشتر در ولایات افغانستان و در روستاهای افغانستان، در مسیر شاهراهای افغانستان. این نگاه امنیت محور مردم افغانستان است. اما نگاه سیاسی و تعاملات سیاسی غیر از محاسبات مردم افغانستان است. متاسفانه ما در بحث سیاسی تا هنوز در داخل افغانستان نتونستیم به یک فهم مشترک سیاسی در قبال دنبال کردن و پرداختن به صلح دست بیابیم. جریان‌های سیاسی
تیف‌های سیاسی متفاوت، نگاه‌های متفاوت داره. اون اجماعی که ما باید در درون افغانستان به او دست می‌یافتیم و بر اساس اون اجماع و بر پشتوانی اون اجماع با پاکستان و طرف‌های درگیر مذاکره و گفتگوهای صلح رو پیش می‌بردیم، این اجماع هنوز شکل نگرفته. در بعد داخلیش از افغانستان که نگاه کنیم، یک بازی تیمی سلیقه‌ای هست که فقط حلقه ارگ رو دنبال می‌کنه، عین برنامه‌ای که در زمان آقای کرزی فقط حلقه ارگ می‌فهمید که تعاملات صلح و معاملات صلح چه حدود صغور داره، حالا هم فقط حلقه ارگ در کابل می‌فهمه. آقای غنی، آقای اتمر و شورای امنیت و در وزارت خارجه هم که وقتی بیاییم فقط اون جریان‌های از وزارت خارجه یا آقای خلیل کرزی به عنوان نماینده ارگ ریاست جمهوری می‌فهمد، ولی عملا می‌بینیم که یک روز بعد از پایان مذاکره در پاکستان فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان می‌آید، یک گزارش جلسه ها و آنچه که در جلسه اتفاق افتاده به ریاست اجرایه و به رئیس اجرایه میرسانه. آن سو هم در پاکستان حلقه سیاسی سرتاج عزیز و بازیگران سیاسی جمع جنرالان نظامی هست که کار میکنه. عملا روند صلح و گفتگوهای صلح از پشتوانه های سیاسی در هر دو سوی مرز بهره نمیبره. پارلمان های هر دو کشور در پاکستان چه در افغانستان در مذاکره احزاب سیاسی نمیبینید شما؟ قطعاً تقاضام این هست، اگر محبت بفرمایید هم شما هم جناب دلیلی پاسخای اندکی کوتاه‌تر باشن بسیار ممنون خواهم شد. آقای دلیلی، تغییر رویکردی رو کمابیش میشه گفت که ما شاهدش هستیم در دولت آقای دولت جدید، دولت آقای اشرف غنی، در قیاس با اونچه که ما در دوره آقای کرزی شاهدش بودیم. جناب دلیلی، فکر میکنید که آنچه که یعنی ما در اون سوء ظنی که نسبت به پاکستان وجود داشت در دولت آقای کرزی، دولت پیشین افغانستان، در دولت آقای اشرف غنی جای خودش رو به نوعی امیدواری داده، به نوعی تعامل بیشتر با پاکستان داد، و این آیا تونست جواب بگیره از پاکستان یا نه؟ یعنی اون سوء ظن اولا آیا برطرف شده یا خیر، و بعد آیا از این طرف از طرف پاکستان به نوعی پاسخ داره میده این استراتژی یا خیر؟ باید موضوع را قسمی مطرح کنیم که پیشترم ما گفتم که در اینجا پاکستان به یک سلسله مجبوریت ها روبرو است. اگر ما در آینده موضوع افرادگرایی بسیار یک تغییر بزرگ و یک قوت بسیار بزرگ هم در منطقه و هم در جهان پیدا کرده، اگر در اینجا امبار پاکستان قدم های مثبت‌تر نبرداره و به قسم سابق گیم بازی کنه، فکر میکنم که در آینده شاید پاکستان دعاشق قرار بگیره و همچنان بعض تعذیرات علیه از او دایر شود. و موضوع چین که امروز 46 بیلیون دلار در یک سال برای پاکستان کمک میکنه، یکی از شرایط چین در این مورد همیست که باید در قسمت افراطگرایی به حساب مبارزه خود داشته باشه و قدم های مثبت خود داشته باشه. و امروز میبینیم که افراطگرایی و خصوصا موضوع داعش یک موضوع ساده مربوط به افغانستان نیست، و این زیادتر شاید ضربه بزرگی برای پاکستان باشه در آینده. آقای دلیلی، اگر بخوام یه مقدار تمرکز روی جزئیات خود این ماجرا بکنیم، برای اینکه ببینیم که خب چرا خوشبین هستیم چرا بدبین، یه مقدار جزئیات رو ببینیم. میدونیم که به هر حال گروه‌های متعددی از طالبان وجود داره. وقتی ما میگیم طالبان، ضرورتاً یک گروه نیست. الان آیا توافقی بین افغانستان و پاکستان وجود داره که وقتی که گفته میشه با مذاکره با طالبان مقصود کدوم گروه از طالبان هست؟ فکر میکنم که در اینجا از صحبت هایی که در مجلس مقدماتی قبلی در اسلام آباد صورت گرفت چند نقطه قابل دقت است. یکی از نقاط که قابل دقت است، سیاستمدارای پاکستان واضح گفتن که باید دولت افغانستان یک دولت مستقل است و یک دولت شناخته شده است که اونا میتونن در مذاکرات به شکل مستقلانه در مورد صحبت کنن و کار کنن. و در افغانستان اگر طالب امروز داعش در افغانستان و قوت خود نداره، اما طالبا خواهی نخواهی زیر تاثیر و زیر فشار پاکستانی ها هستند و اونا میتونن که بالای طالبا فشار بیارن و طالبا را به حساب به میز مذاکره بشنن.
و موضوع دوم که اینجا خب پرسش هم دلیل هست که آیا پاکستان این کارو خواهد کرد یا نه، چون شما قبل از اینکه آقای اشرف غنی به پاکستان سفر بکنه یه روز قبلش اشتباه نکنم در جلال آباد شرایطی رو مطرح کرد، پیش شرطهایی رو در واقع برای مذاکرات، اینکه طالبان باید قانون اساسی افغانستان رو بپذیره، وضعیت حقوق زنان، نمیدونم حقوق شهروندی رو بپذیره، و یک پیش شرط حالا جدیدتری که حالا شاید بشه گفت در دوره آقای کرزای مطرح نبود، اینکه با گروهایی از طالبان که تن به مذاکره ندن باید آماده جنگ باشیم. و ما پاسخ تلویحی پاکستان رو شاید بشه از آقای سرتاج عزیز شنیدیم که گفتش که تا زمانی که مذاکرات شروع نشده پیشتر تعیین کردن براش خیلی معنی و مفهوم نداره. فکر نمی‌کنید که اون خوشبینی که شما دارید برای مذاکرات آیا با این اختلاف مواضع خیلی عمیق حتی در روی بدیهیات ماجرا چه بسا خیلی چیز نباشه، واقع بینانه نباشه؟ خیلی کوتاه لطفا. مذاکرات فعلی یک مقدمه است به مذاکرات بعدی و آل ما نمیتونیم که تمام مسائل به شکل قاطعانه یا به شکل جواب بگیم که نتایج زی بسیار مثبت خواهد باشه و یا بسیار منفی خواهد باشه، اما ما در این مورد خوشبین هستیم که این دفعه موقف پاکستان بهتر و مثبت‌تر باید باشه. آقای آشنا، موضع پاکستان تغییر خیلی رادیکالی درش دیده میشه در قیاس با اونچه که مثلا در دوره ریاست جمهوری آقای کرزای شاهدش بودیم، مذاکرات که هیچ وقت به نتیجه نرسید؟ نه خیر، متاسفانه تضاد منافع میان افغانستان و پاکستان بسیار عمیق و گسترده هست. در بحث در نگاه پاکستان به مسئله جنگ و صلح در افغانستان، بحث زمانی یک بحث بسیار وسیع هست، بیشتر از 10 سال 20 سال هست و پاکستان یک نکته رو میفهمه که به این سادگی ها در کوتاه مدت نمیتونه در شرایط کنونی در افغانستان یک ضمانت را به وجود بیاره برای تأمین منافع ملیشان و برای تأمین امنیت ملیشان با توجه به جنگ نیابتی که یک بخش وسیع این جنگ جنگ نیابتی هست در افغانستان. بحث دیگه اینکه نگرانی های ما در قبال صلح کجاست؟ صلح آرزوی ماست، در این شک نیست. صلح نیاز است، در این شک نیست. نگرانی ما این هست که پاکستان به دلیل نگرانی هایی که از جانب افغانستان داره همواره با بازی زمانی میخواهد زمان چه نگرانی هایی آقای آشنا در یک جمله با احتیاط. خب مثلا شما دیدین در مصاحبه که رئیس جمهور پیشین از افغانستان با بی بی سی داشت، مسئله مرزی بین افغانستان و پاکستان طیف وسیع از رهبران سیاسی و جریان‌های سیاسی افغانستان قبول ندارند، خط دیورند به عنوان مرز نمی‌شناسند، مسئله هند و همسویی با هند یا ترجیح دادن هند و پاکستان، اینا یک سری بازی‌های استخباراتی است که پاکستان همواره از احساس خطر می‌کند. دو تا نگرانی بسیار جدی دیگه که وجود داره در قبال صلح، یک، پاکستان عملاً بدنه سیاسی طالبا و بدنه جنگی طالبا را از همدیگه جدا کرده و اینا اندکترین تماس‌های را با همدیگه ندارن. اونایی که در دفتر قطر نشسته، اونایی که در کویت هستن، اصلا رابطه نداره با جنگجویانی که در زابل سر می‌بره، در قندهار سر می‌بره، در هلمند سر می‌بره، در قندوز و فاریاب و میمنه و در گوشه گوشه افغانستان جنایت می‌کنن و هر لحظه از باب اعتیاد روانی این جنایت رو میان انجام میدن. اینا با هم رابطه نداره. حلقاتی هم که ممکنه به صلح بیایه و پیونده، این صلح یک صلح تعاملی سیاسی است که نگاه امنیت محور نداره برای کسانی که این صلح رو دنبال میکنه. نگرانی من این هست که واقعیت و تجربه 9 سال گذشته از زمانی که اولین جلسه بین افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد در قبال صلح تا هنوز 9 ماه سال در افغانستان جنگ بسیار وحشیانه جریان داره. 3 ماه وقت فصل سرما میرسه گفتگوهای صلح باب میشه و در این 3 ماه طالبا هم تنبل میشه، هم تجهیز میشه. آقای آشنا این اشاره کرده که حالا در 9 سال گذشته تلاش صورت گرفته برای مذاکرات صلح، ولی جناب دلیلی اشارات خیلی روشنی داشتن به تفاوت‌های عظیمی که
امروز ما در منطقه شاهدش هستیم، نه افغانستان امروز افغانستان 9 سال پیش است، نه منطقه 9 سال پیش است. یعنی واقعا تفاوت‌های ماهوی بسیار مهمی رو ما شاهدش هستیم، از ماجرای افراط‌گرایی داعش که اشاره کردن، اختلاف‌هایی که بین کشورهای منطقه از ایران، عربستان، جنگ نیابتی که حالا در سوریه در جریان هست، تفاوت دیدگاهی که چه بسا آمریکا و کشورهای دیگر اصولا یعنی تمام اینها یک تفاوت‌های عظیمی رو، یه واقعیت‌های جدیدی به هر حال در منطقه حاکم است. فکر نمی‌کنید که واقعا اینها بتونن تأثیر بذارن اونطوری که آقای دلیلی اشاره کردن، یا باید اینها رو نادیده گرفت کلا؟ من وقتی میایم این تحولات جدید را لحاظ میکنم، بحث جنجال های بین ایران و عربستان، بین بحث داعش، بحث مذاکره ای که روس ها با طالبان شروع کرده، وارد شدن چین، اینا همزمان که میتونه فرصت باشد، از نگاه من اینا بیشتر تهدید است برای افغانستان، به خاطر که تقابل قدرت ها و دشمنی های تاریخی قدرت ها سبب میشه در یک وضعیتی که افغانستان بی‌دفاع و افغانستان بسیار ضعیفه که ما امروز داریم، نمیتونه تاثیرگذار باشد روی تحولات، و این تحولات اخیر را به نفع مردم افغانستان و به نفع ثبات در افغانستان تغییر بده. نگرانی مردم افغانستان این هست، با توجه به دکترین امنیتی و با توجه به برنامه امنیتی حکومت وحدت ملی از آغاز کار تا به اینجا گذاشته، و این رویکرد امنیتی بسیار رویکرد امنیتی سلیقه‌ای و تیمی بوده تا یک رویکرد امنیتی مبتنی بر منافع ملی و تأمین امنیت مردم افغانستان، نگرانی هست که در بهار سال وقت برف‌ها آب میشه، دولت وحدت ملی چه تدابیری داره برای دفاع کردن از فصل جدید جنگ؟ ما جدا در انتظارش هستیم. خب دولت این چیزی که گفته، حالا در حد اعلام موضع اگر بخوایم اشاره بکنیم جواب آشنا، اون چیزی که جواب دولت این هست که با طالبان اهل مذاکره میکنیم، با طالبانی که اهل مذاکره نباشه جنگ خواهیم کرد. آقای دلیلی، تمام نکاتی که شما اشاره فرمودید به عنوان در واقع نکات مثبتی که میتونه تاثیر مثبت بذاره روی مذاکرات صلح، آقای آشنا معتقدن که این فرصت ها میتونن تهدیدهای جدی باشن و از دیدشون در واقع اینا تهدید هستن. یک و نیم دقیقه فرصت داریم، ممنون خواهم شد، کوتاه بفرمایید. ممنون. من فکر میکنم که نسبت به اینکه ما این رو به حیث تهدید ببینیم، بهتر از به حیث فرصت ببینیم. و امروز مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان جریان داره، در حقیقت مذاکرات بین پاکستان و افغانستان نیست، یک مذاکرات است که چهار جانبه است و در اینجا چین هم شامل است و با یک موقف قوی تر امریکا هم شامل است. و اگر ما سخنرانی های امریکا یا پالیسی جدید امریکا را ببینیم، اونا سخت در مقابل افراط‌گرایی ها میخواهند که مبارزه داشته باشند و اونا در خطر هستند. و یک مثال بسیار ساده ای را که اینجا میتونیم بگویم که امو فاجعه اخیری که در فرانسه صورت گرفت، و اگر این منطقه را به این شکل نارام بانند و این کشورهای بزرگ در اینجا مداخله نداشته باشند، فکر میکنم که اون روز مثلا افراطگرای ها از جزیره عرب داخل فرانسه شد، یک روز خواهد شد که از جزیره آسیای میانه و یا از آسیای در از منطقه افغانستان و پاکستان داخل ممالک اروپایی یا امریکایی شود، که این تهدید جهان درک کردند و در این تهدید مجبور هستند جهان قدم‌های مثبت و با فشار بالای پاکستان بیارند تا اونا در این قسمت اگر صادقانه عمل نمی کنند، لااقل و اساس مجبوریت یا فشاری که بالای از داخل میشه یا وارد میشه، اینا باید قدم‌های مستحکمتر و بزرگتر بانند. سپاس بسیار زیاد دارم از راز محمد دلیلی و همینطور آصف آشنا که از کابل با ما بودن، و همینطور ممنونم از شما که تایید‌های برنامه ما را همراهی کردید. برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت BBC فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت، هم از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید و این برنامه را روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.